خوش اومد. برنامه امروز ما طرز تهیه ترشی کلم بنفش هستش. ترشی کلم بنفش یکی از انواع ترشی‌های خوشمزه و محبوب ایرانیه که برخلاف اکثر ترشی‌های ایرانی در تمام فصل سال سرو میشه. این ترشی خوشمزه و خوش رنگ علاوه بر اینکه طعم بسیار خوبی داره، برای تزیین و درچین غذاها هم بسیار مناسب هستش. مواد مورد نیاز: کلم بنفش 500 گرم، سرکه سفید به اندازه کافی، در صورت تمایل 2 حبه سیر و 2 عدد فلفل سبز و نمک به میزان لازم. ابتدا کلم رو خوب میشوریم. بعد از اینکه خوش شد میایم خوردش میکنیم. به این شکل اندازه کلم ها بستگی به سلیقه خودمون داره. میتونیم با رنده درشت رندش کنیم. من کلم ها رو به صورت نواری خورد کردم. بعد از اینکه خورد کردیم مقداری نمک بهش اضافه میکنیم. میزان نمکش سلیقه‌ای هستش، بستگی به ذائقه خودتون داره. بعد از این مرحله میایم ماساژ میدیم کلم. دقیقه خوب ماساژ میدیم تا اینکه نمک کامل به خورده کلم بره، حجم کلم کمتر بشه و میزان بیشتری داخل شیشه جا بگیره و در این حال ترشیمون خوش رنگ تر بشه. بعد از ماساژ دادن نیاز به یک شیشه داریم. شیشه باید کامل استریل شده باشه و کاملا خشک باشه. میایم کلم ها رو داخل شیشه‌مون میریزیم. در صورتی که تمایل داشتیم و دوست داشتیم جز مواد اولیش نیست، میتونیم 2 تا فلفل سبزی که داشتیم و 2 حبه سیرمون رو هم داخل ترشیمون بریزیم. بعد از اینکه کامل کلم ها رو ریختیم میایم سرکه رو بهش اضافه میکنیم تا کامل روی کلم ها رو بگیره. بعد درش رو محکم میبندیم و داخل یخچال قرار میدیم. بعد از 2 روز 3 روز آماده است. سعی کنیم میزان ترشی که درست میکنیم به اندازه مصرف 1 ماه یا 2 ماهتون باشه، بیشتر نباشه. به تدریج درست کنیم ترشی رو. ترشی کلم بنفش آماده است و تهیه این ترشی خیلی کم هزینه هستش و اگر دوست داشتیم که میزان ترشی این ترشی کم باشه، میتونید در هنگام درست کردن یه قاشق غذاخوری شکر بهش اضافه بکنید. امیدوارم شما هم این ترشی خوشمزه رو آماده و در کنار غذاهاتون میل کنید. اگر خوشتون اومد ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.